خیابان‌های پایتخت از 100 سال گذشته تا کنون اسامی مختلفی داشته، اما برخی از این نام‌ها در زمان‌های مختلف تغییر کرده و با اسامی تازه شهرت گرفتند، ولی همچنان برخی از معابر به نام قدیمیشان یاد می‌شوند. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. ناصریه. تاریخ ایجاد خیابان ناصر خسرو به سال 1285 برمیگردد و تا پیش از آن این خیابان به صورت خندق و بخشی از ارگ سلطانی بود. پس از ساخت خندق جدید، خندق قدیم را پر و آن را به خیابان تبدیل کردند و به فرمان ناصرالدین شاه ناصریه نام گرفت. خیابان ناصر خسرو بعد از ساخت خندق جدید شکلی متفاوت به خود گرفت. چراغ گاز. خیابان امیرکبیر یا چراغ گاز یکی از خیابان‌های ارگ سلطانی بود که به دلیل تاریک بودن اولین بار کارخانه برق در آنجا دایر شد و ابتدا آن را چراغ گاز و بعدها چراغ برق نامیدند. کارخانه برق برای اولین بار در خیابان چراغ گاز امیرکبیر کنونی ایجاد شده است. جباخانه. خیابان بوذر جمهوری امروزه به خیابان 15 خرداد معروف است. در دوره قاجاریه به جباخانه معروف بود. گارماشین. خیابان ری از سراح امین حضور آغاز و تا دروازه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام امتداد داشت. این خیابان جاده خاکی بود که مسافران را به باغ توتی و حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام می‌رساند. در دوره قاجار به این خیابان گارماشین و بعدها به علت تردد ماشین دودی در این مسیر به آن ماشین دودی می‌گفتند. زائران با ماشین دودی از خیابان ری به حرم شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام می رفتن. فرمان فرما. یکی از قدیمی ترین خیابان‌های پایتخت شاپور است که از میدان حسن آباد تا خیابان شوش کشیده شده و از شاهراهای اصلی تهران به شمار می آید. در دوره قاجار به این خیابان فرمان فرما می گفتن، اما مدتی بعد نام این خیابان به شاهپور تغییر کرد. قورخانه. خیابان خیام که از سمت شمال به خیابان امام خمینی رحمت الله و از ضلع جنوب به خیابان شوش منتهی می شود، در دوره قاجار به قورخانه قدیم و پاجمانلوها شهرت پیدا کرد و قدیمی ها هنوز این خیابان را به این نام می شناسند. همچنین در دوره نیز از خیابان خیام به نام های جلیل الملک یا جلیل آباد نیز یاد می شد. در دوره قاجار به خیابان خیام جلیل الملک یا جلیل آباد نیز می گفتند. مریض خانه. نام خیابان امام خمینی کنونی در دوران تاریخی مختلف دستخوش تغییر شده است. اسم این خیابان ابتدا سپه بود و در دوره قاجار به باغشاه و مریض خانه معروف شد. حالا اینجا را به نام امام خمینی رحمت الله می شناسیم. میدان توپخانه در خیابان امام خمینی فعلی در دوره ناصرالدین شاه ساخته شده است. دوستان عزیز، خیلی مشتاق هستیم که خاطراتتون رو در رابطه با این خیابون‌ها برامون داخل کامنت ها بنویسید. ممنون از همراهیتون. دوستان عزیز، نظرات خود را زیر همین پست بنویسید و با لایک کردنتون از ما حمایت کنید. اگر علاقه من به تاریخ و بناهای معماری ایران هستید، کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا هر زمان ویدیو گذاشتیم ببینید و لذت ببرید. ممنون که تا انتها همراه ما بودید.